ام سلمه یکی از همسران پیغمبر اسلام تعریف میکنه، میگه من یه روز وارد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها شدم. اوائلی بود که امام حسین علیه السلام متولد شده بودن، یه طفل شیرخواره بودن ابی عبدالله اون موقع. ام سلمه میگه من وارد شدم، یه صحنه عجیب و غریبی دیدم، ترسیدم. دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها خوابشون برده، اما تسبیح تو دست مبارکشون همینطور داره حرکت میکنه. گوشه خانه نگاه کردم، دیدم یه دستی داره آسیاب دستی خانه رو میچرخونه، یه دستی هم گندم داخلش میریزه، ولی من کسی رو نمیبینم، برای همین تو این گندم آرد میشه خود به خود. گوشه منزل نگاه کردم، دیدم جهواره کعبه عبدالله علیه السلام توش مشغول استراحتن، این همینطور داره حرکت میکنه. وحشت گرفت منو، سریع اومدم محضر پیغمبر، عرض کردم یا رسول الله یه همچین داستانی خانه فاطمه شما. پیغمبر لبخندی زدن، فرمودن حراس نداشته باش، امروز کار منزل دخترم فاطمه یه مقدار سنگین بود. دخترم فاطمه خسته شد، خداوند متعال خواب رو به چشمان فاطمه من نازل کرد، اما فاطمه من هرگز ذکر خدا از لبهاش قطع نمیشه. اینه که خداوند متعال اسرافیل رو فرستاد تسبیح رو تو دست دخترم حرکت بده و به نیابت از فاطمه من ذکر خدا رو مشغول بشه. به گفتن اگر دیدی آسیاب دستی خانه فاطمه من داره حرکت میکنه، هادا جبرائیل، این جبرائیله که آمده داره برای منزل دخترم فاطمه خدمت میکنه، نوکری حضرت زهرا رو میکنه، گندم آرد میکنه، جهواره حسین من رو هم میکائیل داره حرکت میکنه. شما میگه اصلا ملائکه خادم خانه اهل بیتن.